بسم الله الرحمن الرحیم یا محمد و یا علی و یا فاطمت و یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تهلکنی سلام علیکم با نام و یاد خداوند قادر مهربان و با فرستادن درود بر خاندان پاک اسمت و تهارت علیه و سلام و همچنین عرض سلام و احترام خدمت یکایک یک شما بزرگواران تقدیم نگاه مهربان شما بزرگواران میکنیم برنامه به وقت بیداری برنامه که به صورت زنده و مستقیم در این لحظه تقدیم نگاه شما عزیزان میشه از بستر رسانه جهانی هادی تیوی بسیار افتخار دارم تا امشب هم میتوانم از این استودیو با شما عزیزان که در هر جای این کره خاکی زندگی میکنید صحبت کنم انشالله که هر جا که هستید در صحت و سلامت کامل باشین و امیدواریم در کشاکش روزهای سرد اوایل زمستان همچنان دلگرمی همچنان دلخوشی نصیبتان شود انشاءالله در خدمت شما بزرگواران هستیم جناب استاد رزوی بزرگوار هم در استودیو حضور دارن خدا خیرشان به تیم شب هم لطف کردن با توجه به فرصتی که داشتند در این برنامه ما میتوانیم ازشان استفاده بکنیم و انشاءالله بعد سلام علیکی سراغ موضوع برنامه خواهیم رفت جناب استاد سلام علیکم شب شما بحیم. سلام علیکم و رحمت الله شب شما بخیر باش استاد عزیز با بینندگان عزیز اول پرسی داشته باشین ان الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم یا ربنا لا تجعلنی من المطرفین عرض سلام دارم مجددا محضر همه بینندگان عزیز امیدوارم در پناه خداوند متعال از همه آفات و بلیات محفوظ باشند انشالله استاد بزرگوار من افتخار دارم از جانب بینندگان برنامه باز هم میزبان شما باشم در یک کلاس درسی که به همت عزیزان ما در رسانه جهانی هادی تیوی برگزار میشه و انشالله که بتانیم دی برنامه آنچه که مورد رضایت خداوند از صحبت کنیم و در نتیجه به آنچه که بالاخره منظور سازندگان برنامه هست برسیم استاد ان شاء از امشب و شاید هم برنامه بالاخره به با امشب ختم شود در مورد رفاه و رفاه طلبی کمی از شما بشنویم و یاد بگیریم استاد اصولا رفاه یعنی چی از منظر اسلام یک مقدمه بسیار مختصر را عرض میکنم بعد ان در خدمت شما با توضیح در مورد جواب،, جواب, سوال شما هست مسئله رفاه یکی از موضوعات بسیار مهم در عصر فعلی ماست اهمیتش از این جهت که خود رفاه مطلوبیت داره اما زمینه میشه برای تعداد از منکرات الهی که لازمه در عصر فعلی انسان توجه داشته باشه و این منکرات را از زندگی خودش از زندگی اجتماعی خودش حذف کنه و اون نهایت مطلوبیت را که در رفاه هست در زندگی خودش اعمال کنه با این مقدمه بسیار مختصر به تعریف رفاه می پردازیم. رفاه در حقیقت به معنای به ناز و نعمت زندگی کردن یا آسایش داشتن و زندگی را در فراخی قرار دادن است. رضا خود رفاه یک کلمه است که انسان در مفهوم او اگر تعمق کنه مطلوبیت شرعی داره اونطوری که بعد انشاءالله اشاره میکنیم اما چون زمینه ساز است برای تعداد از منکرات الهی و این معروف را اون طبعاتش میتونه سوق و تبسوی منکر از این جهت یک کلمه دوبودیه یعنی هم زمینه معروف درش موجود است هم زمینه منکر درش موجوده لذا چون مفهومش یک مفهوم دو هست خیلی اهمیت داره که انسان اون مرزهای معروف و منکرش را از همدیگر جدا کنم خود رفاه اونطوری که تعریف کردیم خب مطلوب شریعه اما تبعش اون چیزی که به دنبالش هست مسئله رفاه زدگی است رفاه زدگی یا رفاه طلبی یکی از منکراتی است که حقیقتا دین اسلام نسبت به او بسیار موضع جدی گرفته که انسان نباید در دنیای خودش در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی، در زندگی فرهنگی خودش و بیشتر در زمین های اقتصادی دچار رفاه زدگی شود حالا رفاه طلبی یا رفاه زدگی عبارت از این که انسان از اموال خودش از داشته های خودش از ثروت خودش و از اون داشته های اجتماعی خودش بیشتر از حد متعارف بهرهگیری کنم اگر حد متعارف داشته باشه خب ممدوع است شرع اینه آمده تثبیت کرده و تشویق کرده و ترغیب کرده انسانها را تا در حد متعادل از رفاه فردی و اجتماعی رفاه اقتصادی خودش استفاده کنه اما اگر این رفاه دامنه هایش گسترده شد و از حد متعارف خارج شد چی در مسائل اجتماعی باشه چی در مسائل اقتصادی و اخلاقی باشه حقیقتا زمینه میشه برای یک منکر بسیار جدی که از او باید در زندگی انسان اجتناب کنه چون میشه جزو منکرات الهی پس بازم تکرار میکنم مسئله رفاه خودش یک مطلوبیت شرعی داره و جزء اعرف المعارف الهی است خداوند متعال روایات ما دین ما ما را توصیه کرده به مسئله تشویق به رفاه رفاه در زندگی اقتصادی و رفاه در زندگی اجتماعی اما اون دامنه هایش را انسان باید متوجه باشه که با رفاه دوچار منکرات الهی نشه و گرفتار منکر نشه این نکته را بالاخره خدمت شما تا اینجا عرض کردیم تا جناب استاد ما از فرمایشات ابتدایی شما به عنوان بخش مفهوم شناسی رفاه به این نتیجه رسیدم که اگر ما اهدافی در زندگی داریم رفاه و امکانات اقتصادی و امکانات مادی در دنیا میتونه بهترین وسیله برای رسیدن به اهداف باشه اما این تا اینجا خوب است اما از وقتی که این خود ای امکانات اقتصادی به عنوان هدف قرار بگیرد در زندگی و ما هدف ما از زندگی کردن رسیدن به یک امکانات بیش از حد مادی و یک رفاه مادی در دنیا باشه که ما شاید بسیار زیاده هم باشه برای ما اینجا ما فکر میکنم که ما دچار رفاه زدگی میشیم درست گفتیم مثلا؟ درسته اگر انسان از حد متعادل رفاه به خصوص اقتصادی استفاده کنه یک حد نرمال را برای توسعه زندگی خودش برای برنامه های زندگیش و در ابعاد اقتصادی اینه داشته باشه و در زندگی خودش اعمال کنه مطلوبیت داره اما اگر از حد نرمال گذشت از حد متعارف گذشت از اون حدود و مرزهایی که دین اخلاق فرهنگ ادب برای او اقتضا میکنه توسع پیدا کرد و گذشت اون مرزها را شکست در اینجا از حالت معروف بودن خارج میشه و تبدیل میشه به یک منکر که در قرآن عظیم الشان از این مزمت های خاص شده با تعبیرات مختلف مثلا یکی از تعبیرات قرآن مسئله اطراف است اطراف در حقیقت اون چیزیه که مزمومه و از دامنه های رفاه و تعبیر دیگر رفاه زدگی میشه همون اطراف که تعبیر قرآن در آیات الهی به اون اشاره کرده به معنای مثلا گشادی و فراخی بیش از حد در استفاده از ابزارهای در اختیار انسان هست مثل مال و دارایی و ثروت و امثال اینا بسیار تشکر استاد در چه حد ما میتونیم بگیم که مطلوبیت داره رفاه ما در زندگی رفاه امکاناتی که داریم در زندگی در چارچوب بالاخره زندگی که میکنیم اهدافی که داریم در چه قدرش مطلوبیت داره از اسلام بنده اول اشاره میکنم به عنوان یک مقدمه به این مطلب که دین اسلام ما را بله توصیه کرده به رفاه توصیه کرده؟ بله توصیه کرده به رفاه مطلوبیت رفاه در یک قالب خاصی که اون خارج نشدن از اهداف آفرینشه خداوند متعال برای خلقت انسان و در اختیار قرار دادن مال و ثروت امکانات زندگی یک هدف را مورد توجه قرار داده و اون هدف اینه که انسان به کمال برسه به تعالی زندگی مادی و معنوی برسه و در حقیقت سوق پیدا کنه به اون نهایت هدف آفرینش که رسیدن به اون کمال مطلوب و رسیدن به اخلاق متعالی الهی است این مطلب را بسیار بسیار مورد توجه قرار داده لذا ما میبینیم در آیات الهی حتی پیغمبران که الگوی بشریت بوده در این زمینه توجه کردن یعنی از خداوند متعال اصل رفاه را خواستن و حتی دعا کردن برای اینکه به این, این رفاه مطلوب برسه حضرت ابراهیم با خانم خودش زمانی که حرکت کرد آقا زاده آی اسماعیل رم گرفت آمد در مکه در منطقه ای که اونجا آب و هوای بسیار خشن وجود داشت در صحرایی که اونجا چیزی غیر از خار وجود نداشت اونجا میایه دو تا امانت الهی را اونجا میگذاره و پیش خداوند متعال دعا میکنه رب بجعل هذا بلدا آمنا خدایا این شهر را این منطقه را این اطراف مکه را و صحرای اطراف مکه را برای ما یک محیط امن قرار بته بعد دعای دیگرش اینه که ورزق اهله من الثمرات نه تنها برای خودش مطلوبیت رفاه را و برخورداری از ثمرات و اون نتایج و نموهای زندگی را در بعد اقتصادی و غیر اقتصادی مطالبه میکنه که برای دیگرا هم مگه خدایا اون ثمرات خودت را که در حقیقت اون رفاه از استفاده از نتایج اقتصادی مردم باشه برای مردم طلب میکنم مگه خدایا رزق اهل این محیط را این شهر را از ثمرات بیشتر کن و اونها را برخوردار از یک رفاه مطلوب لذا ببینید در اینجا در آیه مبارکه ابراهیم به عنوان الگوی انسانیت میایه برای خودش محیط امن را مفی، محیط را که در اونجا رفاه وجود داشته باشه از خداوند مطالبه میکنه و برای اهل اون شهر حتی برای کسانی که در مکه بوده دعا میکنه که خدای برای اینها هم بهره برداری از ثمرات را که حقیقتا همون رفاه هست رزق اینها قرار بده خب با این بیان آی قرآن ابراهیم الگوی همه انسانیت بوده همه بالاخره ادیان و پیروان ادیان الهی بوده ما بینیم وقتی خود ابراهیم مطالبه رفاه میکنه برای خودش و دیگرا پس این یک ممدوحیت شرعی و یک بهره خوب شرعی از نظر دینی داره یعنی یک امر مطلوب و یک امر پسندیده هست لذا آیه قرآن میگه اگر انسان ها اهل شهرها اینها ایمان می و ایمان داشته باشن و دارای تقوا و پرهیزگاری باشه لفتحنا برکات سماع و الارز. ما برای اونها درها و کلیدهای بهره برداری رفاهی آسمان و زمین را میگوشیم ببینید اینجا چقدر خداوند متعال به مسئله رفاه انسان توجه کرده میگه لو ان اهل القرا آمنو و تقوا اگر ایمان بیارند و تقوا داشته باشند ما لفتحنا برکات من السماء الارض ما اون کلیدهای رفاه را برای انسانها باز میکنیم و در اختیار اینها قرار متیم اینجا خود خداوند متعال اینه از مواهب انسانهای پرهیزگار و با ایمان قرار داده یعنی اگر انسانها ایمان داشته باشند اگر اهل پرهیزگاری باشند اگر اهل دیانت باشند ما خود به خود اون کلیدهای رفاه را و برخورداری از نعمات الهی را برای اینها باز میکنیم اما متاسفانه ما میبینیم انسان ها ای کار را نمیکنند ایمان به خداوند متعال را زیر پای خودشون قرار میتن و از تقوا هم فرار میکنند تقوا گروزی مایه بسته شدن اون درهای رفاه الهی و نعمات الهیه که ما میبینیم متاسفانه در عصر فعلی ما این قضیه حقیقتا مصداق پیدا کرده انسان ها اگر به سوی خدا بازگردند اد... اگر تقوا داشته باشند اگر دیانت داشته باشند اینها مشمول عنایات الهی و نزول رفاه از طرف خداوند متعال میشه اما میبینیم انسان ها نعمت دارن ولی از این نعمت درست استفاده نمیتونند رفاهشان تبدیل میشه به یک تعداد بلاها و بلیه ها و فتنه ها و عذاب های دستپاگیر که از این نجات پیدا نمیتونه و حقیقتا از آثار ترک تقوا و ترک ایمان و ترک دیانت و اخلاق دینی است که در زندگی ما ما میبینیم خیلی خیلی مشهود است هم از نظر فرعی فردی هم از نظر اجتماعی افراد رو ببینیم پول داره امکانات داره اما از اینها استفاده نمیتونه اثرش اینه که اون کلید رفاه رو خودشان با دست خودشان بستن عنایت الهی را که در حقیقت بازگشای رحمات به سوی انسان هاست اینها را با دست خودشان چکار کردن با فکر اصلا. خودشان با اخلاق خودشان بسته کردن در مسائل اجتماعی هم همینطوری الان شما ببینید قضایه که دامنگیر کشورهای اسلامی مثل افغانستان مشه متاسفانه متاسفانه این کشور دارای امکانات رفاهی فراوانه معادین افغانستان منابعی است که شاید دنیا ای را نداشته باشه معادن لاجورد خدمتتون ارز کنم که معادن طلا معادن مص اما الان با این وضعیتی که در اون کشور پیش آمده حتی بزرگان ما مطالبه میکنه که یک قرسنان را کمک کنید برای این کشوری که بالاخره با این وضع گرفتار شده علتش اینه که بزرگان ما افرادی که در اونجا هستند اون پرهیزگاری و ایمان به خدا را آمدن متاسفانه دور انداختن و خداوند هم به این وسیله اون کلیدهای رفاه و برخورداری از ثمرات الهی را از دست اینها گرفته و در برکات را به روی او کشور متاسفانه بسته کرده که امیدواریم با باز کردن درهای تقوا ایمان اون رفاه را ما بتانیم دوباره به او کشور و مردم مظلوم و بینوای کشور ما برگردانیم خب در آیات اگر ما توجه کنیم اونقدر راجع به مسئله رفاه توجه شده که میگه کلو من طیبات ما رزقناکم استفاده کنید از اون چیزهایی که ما در اختیار شما گذاشتیم یعنی رفاه زندگی خودتان را فراهم کنید خب ما بینیم توجه به توسعه رزق برای اهل و عیال برای زندگی یکی از چیزهایی است که از نظر دینی مطلوبیت داره الکاد عیالهی که المجاهد فی الله حدیث پیغمبر است میگه اگر کسی تلاش کنه در راه رفاه خانه و زندگی و اهل و عیال و بچه ها و خانواده خودش مانند اینه که در راه خداوند متعال جهاد کرده باشه و شمشیر زده باشه اینها همه توجه به مطلوبیت خواستن رفاه و توسعه و برخورداری از رفاه اقتصادی در زندگی انسان هاست در احادیث هم اگر ما مراجعه کنیم اونقدر راجع به مسئله توصیه شده حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در اقسام تجارت در ابواب تجارت بحث را اونجا به عنوان راهنمایی در احادیث میفرمایند میگه هر چیزی که راجع به نکاح هست راجع به خوردن است راجع به خوابیدن است راجع به مسائل زندگی و امور رفاهی است همه اینها را خداوند در تجارتشان در استفاده کردنشان هیچ ممنوعیت نداره کله حلال همه اینها مورد عنایت الهی است که رفاه را برای زندگی انسان به عنوان یک امر مطلوب سفارش کرد بله بسیار تشکر استاد بزرگ بارد. شما در فرمایشاتتون گفتین رفاه الهی بله رفاه غیر الهی رو ان تا دقایق انتهای برنامه برای ما توضیح خواهید داد که رفاهی که از طریق غیر الهی به ما میرسد چه رقم هست ولی ما میخوایم در این لحظه شما از حکم فقهی رفاه در چند دقیقه که باقی مانده تا میان برنامه برای ما گپ بزنید درسته اول به مطلبی که شما فرمودین اشاره کنیم رفاه الهی یعنی انسان با معنویت خودش راههایی را باز میکنه که خداوند متعال اسباب رفاه را در اختیارش قرار میده و رفاه غیر الهی ظاهرا شاید نداشته باشیم اما انسان میتونه خودش تلاش کنه تا اینکه با نیروی خودش و توان خودش اون چیزی را که خدا به عنوان رزق حلال در اختیار انسان قرار داده با دست خودش او را کسب کنه در حقیقت رفاه اصلی از طرف خدا برای انسان هدیه میشه اما انسان میتونه واسطه باشه برای به دست آوردن اون چیزی که این رفاه مطلوب را برای خودش کسب کنه و به دست بیاره این نکته ای که نسبت به فرمای شما عرض کردیم اما حکم فقهی رفاه که از اینجا در حقیقت بیشتر توجه به اون زمینه های غیر مطلوب رفاه را آغاز میکنیم مورد توجه قرار میگیره برای اینکه رفاه میتونه دارای احکام پنجگانه باشه همونطوری که هر چیزی میتونه دارای احکام یکی از احکام یا چند تا از احکام پنجگانه باشه یعنی واجب باشه حرام باشه مباه باشه مستحب باشه و مکروه باشه رفاه خودش به همین کیفیته اما طوری که بعضی مسادقش را اشاره کردیم رفاه واجب اینه که انسان اون معیشت زندگی خودش رو به قدر نیاز خودش و رهایی از ضررها این به دست بیاره این میشه رفاه واجب در کسب معیشت و درآمد های زندگی و امور اقتصادی رفاه مستحبم که در روایات نسبت به توسعه رزق برای اهل و عیال و امثال اینها سفارش شده کسی که در اختیار انسان مثلا انسان سرپرست یک تعداد افراد است لازمه به مقدار ضروری تلاش کنه که میشه حد واجبش اما توسعه دادن در اون مقدار خب خانواده هم آدم در رفاه باشه مشکل از نظر غذا از نظر لباس از نظر خورد و خوراک از نظر بهداشت نظافت و مریضی ها و امثال ها اینها نداشته باشه شما میبینید انسان در این عصر اگر دستش باز نباشه حتی برای شفای خودش برای شفای امراض خانواده بچه ها خب گرفتار مشکلات حاد و دامنگیر مشه دیگه لازمه که انسان برای توسعه این زمینه ها تلاش بیشتر کنه تا اون رفاه مطلوب رو برای خانواده خودش به دست بیاره در بعض موارد هم مباه هست یعنی دو طرف خضیه مساویز شما بکنی نکنی هیچ اشکالی نداره اما اگر کردی خب بالاخره اثر رویش مترتب نمیشه و حکم مباه داره در بعض موارد هم رفاه میشه حرام یعنی مطلبی که در اول ما اشاره کردیم زمینه میشه این رفاه برای رفاه زدگی برای رفاه طلبی بیشتر برای تناسایی و تجملگرایی در زندگی انسان که متاسفانه در زندگی فعلی ما نمادهای عینی فراوانی داره شما ببینید آقا خانه داره ماشین داره زندگی داره برخوردار از اموال هست اما در صدد اینه که دو تا خانه سه تا خانه بگیره نوع ماشین رو هی بالا ببره متر. موترها را نوعش را تغییر بده از پیکان بیاره به پرایت تبدیل کنه از پراید تبدیل کنه به ماشین های بالاخره خیلی مدرنی که الان در جامعه فعلی ما وجود داره ببینید اینجا مصداق واقعی رفاه زدگی تحقق پیدا میکنه در خانه هم همیتوریه در خورد و خوراک و امثال اینها هم همیتوریه حالا این یک نویشیه که مصداق زیادی برای رفاه زدگی پیدا میکنه و مسئله دیگرش یعنی قسم پنجمش رفاه مکروه مکرو. که در مکروهات انسان رفاه طلبی کنه و اون داشته های خودش داشته های رفاهی خودش رو در امور مکرو استفاده کنه انشالله باز در خدمت شما سلامت باشین استاد و میان برمه که عزیزان همکار ما در اتاق فرمان آماده کردن با هم ببینیم استاد و انشاءالله برمی گردیم و در ادامه فرموشات شما انشالله ما در بحث رفاه و رفاه طلبی از شما بیشتر خواهیم آمخت انشالله در خدمت شما هستیم بسیار کوتاه از شما دور میشیم و زود باز خواهیم گشت با ادامه برنامه به وقت بیداری از رسانه جهانی هادی تیوی بابا خداوندا زندگی سرشار از هزاران نگرانی است و ذهن از یک فکر و سوی فکر دیگر پرواز می کند در میان چنین هیاهویی شنیدن ندای خاموشی که در قلبم با من سخن میگوید دشوار است خدایا مرا موهبت آن بخش که ذهنم در کشاکش این قوقای روزمره بر تو متمرکز باشد و هر روز دقایقی با تو ارتباط برقرار کند چنان متبرکم کن که ندای تو را بشنوم و سیمای ترا که پر از لطف و زیبایی است و چشم دل مشاهده کنم مهربانا هزاران شکر که در کنار من هستیم و قرار و آرام دلهای بیقرار من جستو چه جوییم و جستو که خانیم که همه تویی و جستو همه هیچ تو برایم امید محضی هر نفسی که میکشم در انتظار نفس بعدی می مانم یعنی به تو امید دارم خداوندا لحظات من را قرین رحمت و مهربانیت بفرما و ما را در ادامه راهمان تنها مگذار که یک لحظه بی تو ویرانی دنیایی است ای همدم و مونس کسی که همدم ندارد لحظه های من را با یادت بخیر کن یا رب العالمین نامی که داده است بزن قیمتی دیگر نامی که داده است به مردان هم, ابت... هم اعتبار نامی که داده است بزن قیمتی دیگر نامی که داده است به مردان هم اعتبار آن نام را می آورم اما نبی وزو دل را به آب می زنم اما نبی گدار اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم دو خط شیر تقدیم کردیم به حضرت مادر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها موجبات خوشنودی حضرت ان شاء الله باقی شوه و از همه شما بزرگواران تقاضا مندیم که هر جا هستید برای رفع و دفع همه گرفتاری ها و گرفتار ها انشاءالله دعا بفرمایید در بخش دوم برنامه امشب همچنان در محضر استاد رزوی بزرگوار با موضوع رفاه و رفاه طلبی هستیم جناب استاد مجددا سلام عرض میکنم سلام علیکم و رحمت الله استاد اجازه میدین در همین ابتدا ما یک نمبر ارتباطی را اعلام بکنم و شما شما. بسمت 964 780 255 40 13 پول ارتباطی ما و شما هست حتما این نمبر ذخیره هست در موبایل های شما و شما میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشین فایل های تصویری صوتی و متنی خودتان برای ما روان میکنید تشکر میکنیم ما سه نمونه از بزرگوارانی که با برنامه خودشان در ارتباط هستن محض تشکر و محض وظیفه ای شون نمبر های اینا رو می و ان که همه شما بزرگواران همه الان موبایل های خودتان بردارین و حتما یک پیامی یک تشکری یک انتقادی به برنامه خودتان روان کنین مثبت یک 647 چهار شماره آخر 9155 از آمریکا از طریق فیسبوک از طریق فیسبوک با برنامه در ارتباط هستن ما تشکر میکنیم که در فضای مجازی این برنامه مورد استقبال بزرگواران واقع شده همچنین هموطن عزیزمان مثبت 93 77 شماره آخر 67 20 از کشور عزیزمان افغانستان و هموطن دیگرمان از کشور ترکیه با نمبر مثبت 90 534 4 شماره آخر 28 11 بسیار لطف کردین بسیار تشکر میکنیم از نیاب... به نیابت از همه مسئولین این برنامه و این رسانه جهانی ما از تک تک شما بزرگواران قدردانی میکنیم که اینقدر این برنامه را مورد لطف خودتان قرار میتین حتما در فضای مجازی هم برنامه های شبکه جهانی هادی تیوی را دنبال بفرمایید استاد رزوی بزرگوار در خدمت شما هستیم و انشاءالله میخواییم در مورد بحث های منکر رفاه بیشتر از شما بشنویم در بحشت. همونطور که از اول اشاره کردیم رفاه مساقهای منکر زیادی میتونه داشته باشه از مواردش استفاده کردن از رفاه در مورد حرام هم. ما پولی داریم امکاناتی داریم در اختیار ماست باید این در جهت حلال خودش استفاده کنیم اما متاسفانه از حد متوسط یا متعارف یا نرمال بیشتر از این امکانات ما استفاده میکنیم استفاده کردن از امکانات ما برمگرده به تجملگرایی تجملگرایی به این معنا که اگر انسان در زندگی خودش اون حد متعارف زندگی را داره بیشتر از او رو میاره به استفاده کردن از اون ابزارهای خودش نوع پوشاکش تفاوت پیدا میکنه نوع خوراکش تفاوت پیدا میکنه نوع گشت و نشستش تفاوت پیدا میکنه نوع استفاده کردن از ابزارهای اقتصادی و ابزارهای مدنی تفاوت پیدا میکنه مثال میزنم خدمت شما آدم میتونه از مسیری که میره از موترهای کوچیک استفاده نکنه از ملیبس استفاده کنه خیلی کرایه کم داره کرایه بسا ناچیزی هر کس میتونه از این ابزار استفاده کنه اما برای این که انسان پول و امکانات خودش را رایش به تحویر و گم میکنه و استفاده سهنه نمیکنه میره هر دفعه تاکسی میگیره از این بر با تاکسی برو از بر با تاکسی بیا حالا درست صرف میشه در موارد ضروری استفاده کردن از این ابزار ابزار مناسبیه اما آدم میدانه بی جهت برای که پول خودش رو خرج کنه یا در خانه نوع غذایش تفاوت پیدا میکنه آدم میتونه با سه تا تخم مرغ یا دو تا تخم مرغ یا یک دانه تخم مرغ استفاده کنه و شکم خودش را سیر کنه اما میبینی برنج به حدی که نصفش دور انداخته میشه متاسفانه مرغ به حدی که نصفش دور انداخته میشه گوشت به حدی پخته میشه که نصفش بیشتر دور انداخته میشه خب چرا این کار رو بکنیم ما این میشه استفاده کردن از بهره های مشروع زندگی به نحو غیر مشروع استفاده کردن از رفاه در حد منکر خودش تجملگرایی رفاه زدگی و تن آسایی آدم دنبال کار نمیره خب پول در اختیارش هم توی روز و شب میخوابه در حالی که زندگی انسان زندگی با تلاش و تعبیر حضرت امام حسین علیه السلام انسان رهین اون تلاش های خودش در زندگی باید تلاش کنه انسان باید زحمت بکشه اما میبینی روز شب در خانه خوابس. میبینی یک تعداد امکانات را صرف زندگی خودش میکنه که اصلا نباید این کار را بکنه در حالی که در طرف قابل همسایش برادر خودش رحیم خودش و افراد دیگری که نسبت به اون انسان مسئولیت داره نان خوردن خودش رو نداره و قضیه بسیار مشهودش همونطوری که پیشتر عرض کردیم راجع به زندگی یک تعداد انسانها که در کشورهای دیگر است و کشور همسایه ما کشور خود ما همس افغانستان است وضعیت افغانستان ما فعلا بحران زده است و این تقاضا را من از تمام انسانهای انسان دوست بشر دوست نه تنها همشهری های خود ما دارم که در این وضعیت بحرانی افغانستان نسبت به قضیه افغانستان توجه, توجه کنند حتی ما میتونیم از اون تجملات زندگی ما از اون رفاه زدگی های ما رفاه طلبی های ما به مقداری نمیگم همهش به مقدار متعارف کم کنیم و حداقل یک کمک کنیم برای کسانی که الان در صدد فروش اولاد خودش هست با پای برهنه در خیابانهای کابل و اطراف کابل رامره کفشش به دستش یا میخواه بفروشه تا یک لکمنان حلال به دست بیاره ببینید اگر ما واقعا رفاه زدگی را با اصل رفاه مقایسه کنیم در اینجا کاملا قضیه ملموس و مشهود میشه رفاه اینه که این زندگیش متأمین باشه و برای زندگی خود کفش داشته باشی و نانم داشته باشی در طرف مقابلش انسانهای هست که ده تا کفش داره و نانهایش دور میفته خداوند متعال برای ما توصیه میکنه که شما از طیبات استفاده کن به قدر که در زندگی خودت رفاه داشته باشی و دچار مشکل نشی خانواده بچه هایت خانومت دچار مشکل نشه نمیگه که همه امکانات را که داری صرف کو برای خودت برای شکمبارگی هایت و تناسایی هایت در حالی که با چشم سر خودت میبینی که برادر مؤمنت برادر مسلمانت عزیزت وطندارت در حال گرسنگی به سر میبرن اینجا تمایز و فرق بین رفاه و اون زمینه هایی که رفاه منجر بشه و تعداد از منکرات کاملا مشخص میشه در تمام ابعاد زندگی همیتوریه و اگر انسان به حد نرمال از رفاه خودش در زندگی استفاده نکنه سبب حلاکت فردی و اجتماعی میشه اونطوری که آیه مبارکه قرآن میفرماید و ازا ارد نا انه لک قریتن امر نا ف میگه اگر ما میخواییم خاص خدا اینطوری نیست که بدون واسطه کار را انجام بده در امور مادی خداوند از اسباب و وسائل خودش که فراهم کرده استفاده میکنه میگه اگر انسان در مسیر رفاه زدگی و رفاه طلبی،, طلبی, و تجملگرایی و تن آسایی و تنبلی کشیده شد این یکی از عوامل اطراف است اگر ما میخوایم محلی را کشور را جای را خانواده را و فردی را از بین ببریم و هلاکش کنیم دستور متیم به فسق به گناه به تجملگرایی به رفاه زدگی به تناسایی به تنبلی وقت خود به خود این زمینه ها سبب مشه که زندگیش به هلاکت دچار شده زندگی فردی همینطوریه انسان رفاه زده انسان تجملگرا کم کم زندگی خودش رو به نابودی میکشه چون یک روز امکانات در اختیارشه فردا ای امکانات از دستش احتمال احتمال داره پرواز کنه در زندگی اجتماعی و استفاده کردن از بهره های کشوری باز هم قضیه همینطوریه، امکانات در اختیار سران ای کشورهای اگر دست بزنند به تجملگرایی و تناسایی و رفاه طلبی و رفاه زدگی که در کشور ما افغانستان قضیه کاملا ملموس بوده و قابل توجه بوده در ادوار مختلف نه در یک زمان حاکمان ما تناسا شدند دارایی های ما را به تعبیر ما به اصراف صرف کارهایی کردند که نباید میکردند نتیجه اینه نتیجه این کار اینه که میگه ففس قوفی ها وقت فسق انجام دادن فحق علیه القول یعنی اراده حتمی الهی ناموس لایتغیر الهی اینه که اگر کسی دنبال این نکات رفت رفاه زدگی و تجملگرایی را در زندگی خودش و انجام رساند میگه ما چی کار میکنیم وقتی اراده حلاکت اینها را داشته باشیم دستور متیم که اینها وسیله ها دستور الهی دستور اجباری نیست حالا خودش یک بحث مجزایی را لازم داره یعنی این اسباب را فراهم میکنن بعد دنبال حلاکت میرن و حلاک میشن بعد میگه فدمرناهم فدمرناها تدمیرا ما متاسفانه اینها را به شدت در هم میکوبیم ببینید از این آیه چقدر زیبا ما میتونیم مسئله اهمیت پلشتی و زشتی رفاه, طلبگی، رفاه طلبی و رفاه زدگی رو بهره ببریم از کلام الهی میگه انسان ها رفاه زده بشن؟ اسباب الهی را در مسیر خودشان درست استفاده نمیکنن دنبال فسق و فساد و تجمل گرایی برن بعد میگه نتیجه کارش اینه که فدا مرنا ها تدمیرا ما به شدت اینها را در هم کوبیم. چرا به خاطر اینکه اون ناموس لایت غیر الهی را آمده ترک کرده نوامیس لایت غیر الهی یعنی چیزهایی را که اگر ما انجام دادیم خداوند به دنبالش حقیقتا اون کار را انجام میتن و نمونه هایش که در تاریخ بوده عبرت است برای همه بشریت و همه افراد همه خانواده ها نمونه های بسیار ظاهر داشته مثل قارون و امثال اینها ببینید قارون در زندگی خودش چکار کرد چرا نابود شد اون رفاه طلبی و جاه طلبی و غرور متکبرانه که به خاطر پول و سرش افگنده شد آمد او را چکار کرد؟ نابودش کرد و الا از خاندان حضرت موسی بود قوم خش حضرت موسی بود موسا رهبر هدایت و الگو برای جامعه دینی اون زمان و همه جوامع بعدی اما قارون در برابرش یک انسانه که از او پول امکانات که داشت استفاده بد کرد تجملگرایی گرایی کرد رفاه زدگی او را به فساد کشاند و این کار دستورات الهی کرد فبقا علیهم میگه چیکار کرد از قوم موسا بود اما بغی انجام داد بقی, بقی یعنی ظلم یکی از مصادیق ظلم این است که انسان از اون نعمات الهی از اون رفاهی که مطلوبیت داره انسان درست استفاده نکنه و به تجملگرایی راه پیدا کنه به سوی رفاه طلبگی رفاه طلبی, طلبی راه پیدا کنه گستاخ شود در استفاده کردن از اون نعمت های الهی بعد میگه این نعمتی که در اختیارش داشت اون اونقدر زیاد بود که ما این مفاتحه او لتنو او بالعصبت اول القوه امکاناتش خیلی زیاد بود میگه حتی مثلا در بعض روایات تاریخ هست که میگه این مفاتح هو رو معنایش اینطوری معنا کردن یعنی کلید گنجهایش رو شطورها یا انسانهای بسیار زیاد عصبت اول القوه یعنی کسانی که خیلی دارای توان بود آدم های قهرمان به تعبیر ما این کلید های گنجش را میبرد بعد خلاصه ای از این قضیه از این رفاه مطلوب تبدیل شد به یک انسان رفاه زده کسان دیگه هم که اطرافش بود به گفت خب بالاخره این تفریح تو به تعبیر ما این خوشگذرانی تو این رفاه طلبی،, تو و رفاه زدگی تو مطلوب نیست این کار را نکن اما میکرد به انسانهایی که در اطرافش بود با غرور و نخوتی که داشت و رفاه زدگی که داشت فخر فروشی مکرد نتیجه کارش چی شد؟ غرق شد یا فخصفنا بهی و به داره الارزه میگه ما خصف کردیم زمین اون فرو کشید حالا خصف به این تعبیر که خب بالاخره کارای انجام داد اسبابش را فراهم کرد خداوند متعال هم یک جایی بالاخره اون محیط را فراهم کرده بود که وقتی از اونجا عبور میکرد زمین رو کشید به بین خودش. خودش ببینید اینجا نمونه بارز رفاه زدگی در داستان قرآنی قارون کاملا مشخص میشه اگر انسان از تجملات خودش از رفاه خودش به عنوان تجملگرایی استفاده کنه از رفاه خودش به عنوان رفاه زدگی استفاده کنه از رفاه خودش به عنوان فخر فروشی به انسانهای دیگر و محروم کردن از این نعماتی که خدا در اختیارش گذاشته دیگران را چون مطلوبیت رفاه در دین اسلام و های ابراهیمی مطلوبیتش زمانی که انسان با این رفاه معیشت های دیگر را خدای متعال را دین را آخرت را انسان های بینوا را انسان های بیچاره را اینها را فراموش نکنه این رفاه وسیله شده برای تعیش خودش و وسیله شوه برای معیشت یک عده انسانهایی که حقیقتا به این نیاز داره اگر این رفاه مطلوب را انسان داشت خب معروفات الهی را آمده به جای آورده پول داشته در اختیار فقرا قرار داده پول داشته امکانات اقتصادی در زندگیش وجود داشته اینا را برای ارحام خودش خرج کرده برای شفای امراض دیگر را استفاده کرده برای دستگیری افتادگان از اینها بهره برده اینجا رفاه میشه مطلوب و مطلوب. از معارف الهی اما اگر برعکس کرد یعنی این رفاه را وسیله قرار داد برای رفاه زدگی، رفاه طلبی، تناسایی، تجملگرایی این رفاه رفاه نامطلوب است و میشه جزبه منکرات الهی که یک نمونش خدمت شما و بینندگان عزیز عرض عز کردیم قارون بل. و نمونه های دیگر قرآنی هست که حالا اگر وقت باشه ما خدمت تان اشاره بسیار تشکر استاد عرجمن ما شاید کمتر از پنج دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم و ما دوست داریم که در پایان برنامه ما به نتیجه‌گیری مطلوب هم برسیم هرچند که وقت اندک است و ما دوست داریم بیشتر در خدمت شما باشیم ولی بالاخره وقت برنامه بیشتر از این اجازه نمیده استاد ما یک نکته اخلاقی از بحث شما گرفتم که شاید تأثیری که رفاه بر اخلاق ما بر رفتار ما بر نفس ما در مراودات اجتماعی ما مگذاره یک از عوامل اصلی ما باشد در بحث رفاه زدگی در بحث تجملگرایی بحث غرور بحث دوست داشتن مال برای اینکه دیگران تحقیر کنیم استاد عزیز از عوامل رفاه طلبی بگوین و انشاءالله در پایان هم از پیامت های رفاه زدگی حالا شاید به هر دو مطلب نرسیم چون اگر بخوایم باز کنیم یک مقدار فرصت مناسب لازم داره اما یک فهرست میکنیم و خدمت بینندگان عزیز اشاره میکنیم تا انشالله موضوع شوه برای دنبال کردن مطالب از طرف خودشان یعنی انشالله ی حرفا وسیله شده برای اینکه خودشون تلاش کنن برای دوری از عوامل رفاه طلبی و رفاه زدگی در زندگی خصوصی و زندگی اجتماعی شده کمتر از سی دقیقه وقت داره بله عوامل رفاه زدگی میتونه غرور باشه همونطوری که در داستان قارون اشاره کردیم اون غرور و تکبر باعث رفاه زدگی و تجملگرایی شد همنشینین با همنشینی با رفاه زدگان یکی از چیزهایی است که از عوامل خاص رفاه طلبی به حساب می شما با کسانی میشینی که اینها در حقیقت رفاه زده شدن زندگی اینها حقیقتا الگو میشه چون زندگی ها تأثیر گذاره با ما نشستی یک تعبیر هست با ما نشستی ما شدی با تعبیر دیگر با دگ نشستی سیاه شدی حالا این تعبیر افغانی خود ما انسان وقتی با انسان هایی که اینها رفاه زده هست سرکار داره خب زندگی و اونها چیش هم چشمی ها و امثال اینها سبب میشه که انسان گرایش پیدا کنه به سوی رفاه زدگی توسعه روحی اشرافگری اشرافیگری خودش سبب میشه که انسان به دنبال رفاه طلبی و تجمل گرای گرایش پیدا کنه و از نمونه های فعلیش تمدنیه که مظاهرش در جوامع فعلی ما گسترش پیدا کرده و گسترده شده تمدن غرب سبب مشکل که روحی سیکولارستی و اشرافگری و فرد محوری حتی در جوامع اسلامی ما توسعه پیدا کنه و سبب شوه که انسان ها رو بیاره به تجمل گرایی الان شما ببینید پیروی کردن از مد ها و لباس ها و خوراک های مختلف اینها سبب میشه که انسان در حقیقت از اون رفاه مطلوب به سوی رفاه نامطلوب و رفاه زدگی گرایش پیدا کنم خب حب مال تجمل زدگی و امثال اینها اینها عوامل مهم است که در حقیقت در مطلب ما لازمه اما پیامت هایش ببخشید من فیریست بسیار خلاصه هم بکنم پیامت هایش بعض آثار دنیوی است که هم از نظر اقتصادی هم از نظر اخلاقی هم از نظر اجتماعی میتونه از پیامت های رفاظدگی باشه اما آقوبت اصلی و اون چیزی که هدف اصلی هست بعد از دنیای فعلی ماست که در جهان آخرت سر وچار انسان بشه که در آیات قرآن هست میگه ما صوت عذاب را برای کسانی که اینها رفاه زده هستند و تجملگرا ازش استفاده می‌کنیم بسیار تشکر استاد بسیار لطف باشد. کردین با توجه به وقت اندکی برنامه سعی کردین که مطالب بسیار دقیق و روان و ساده مثل همیشه بیان کنید خدا خیرتون بخواهید شما به امید دیدار شما در برنامه های بعدی انشالله سلامت باشید از همه شما بزرگواران هم خداحافظی میکنیم انشالله که در این روزهای سرد زمستان دلگرمی و دلخوشی الهی نصیبتان شده برنامه رو به پایان میبریم با ذکر سلامت بر محمد و آل محمد اللهم صلی اللهم محمد و آل محمد و عجل you uh -oh.